سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه از ایران خواست یک فعال حقوق دگرباشان جنسی را که حدود 3 ماه از در بازداشت به سر می‌برد آزاد کند. زهرا صدیقی همدانی که هنگام خروج از کشور بازداشت شده با اتهام آنچه که اشاعه افساد فلارض و ترویج همجنسگرایی عنوان شده روبروست. سارا دماوندان در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، فعال ایرانی جامعه LGBTQ، روز 5 آبان امسال در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، هنگام گذر از مرز ایران و ترکیه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت میشه. پس از یک دوره 53 روزه تحمل سلول انفرادی، مشخص میشه که او در شهر ارومیه در بازداشته. زهرا صدیقی در ماه ژانویه به شعبه 6 دادسرای انقلاب اسلامی ارومیه معرفی و به اشاعه افساد فلارض و ترویج همجنسگرایی متهم شده. گفته شده که بازجویان این زندانی را به صدور حکم اعدام و همچنین سلب حضانت از 2 فرزند خردسالش تهدید کردند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نسبت به پرونده این فعال جامعه LGBTQ ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده. در نامه عفو بین‌الملل رفتار بازجویان با این زندانی مصداق شکنجه توصیف شده. پس غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، خواسته شده که دستور آزادی فوری او را صادر کنه. ملیکا زر، کنشگر حقوق جامعه LGBTQ و از اعضای ششرنگ، درباره اقدامات این شبکه برای آزادی این کنشگر اقلیت‌های جنسیتی به صدای آمریکا گفت: ما در ششم بلافاصله بعد از اطلاع از دستگیری ساره با انتشار ویدیویی که قبل از دستگیریش تهیه کرده بود سعی کردیم در مورد شرایط اون اطلاع رسانی بکنیم و هشدار دادیم. تمام توانمون رو در این مدت به کار گرفتیم تا برای آزادی فوری اون کمپین بکنیم. با تهیه و ارائه گزارش‌های دقیق از شرایط و وضعیت ساره به نهادهای بین‌المللی، نهادهای مرتبط با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سعی کردیم توجه و واکنش اونها رو نسبت به شرایط ساره جلب بکنیم، که می‌بینیم درخواست فوری سازمان عفو بین‌الملل برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی نتیجه همچین گزارش‌ها و اقداماتیه. ما پیگیری‌هامون رو از طریق نهادهای مرتبط با سازمان ملل برای طرح درخواست آزادی فوری ساره از جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد. با توجه به اتهاماتی که به ساره وارد کردن، ما خواستار برگزاری یک دادرسی عادلانه، شفاف با ارائه مدارک و مستندات کافی هستیم و همچنین می‌خوایم که ساره به وکیل دسترسی پیدا بکنه و بتونه فرزندانش و خانواده‌اش رو ملاقات کنه. عفو بین‌الملل میگه قوانین جمهوری اسلامی ایران ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان را مجاز و حملات خشونت آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی اونها قانونی میدونه. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.